الله متعال چگونه خودش رو در کتاب خودش به ما بندگان معرفی میفرماید ما در سوره همد که در واقع سرآغاز قرآن کریمه و سوره آغازین کلام الله هست و الله متعال کتابش رو با اون شروع میکنه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین که در واقع خداوند متعال در اینجا میاد و خودش رو حمد و ستایش میکنه یعنی با حمد و ستایش خودش آغاز میکنه این سوره رو و در حقیقت به ما بندگان هم میخواد اینو بگه که ما الله متعال را به ستاییم و حمد و ستایش خداوند متعال را به جا بیاریم چرا که خداوند مستحق این حمد و ستایشه و در مورد کلمه هم در بیننده ما گفتیم که در واقع این وصف خداوند متعال با هر آنچه از صفات کمالی که داره همراه با محبت یعنی همدی چیزی که با محبت همراهه و ما گفتیم تفاوت داره با در واقع مد چرا که مد شاید در مقابل یک چشم داشت باشه در مقابل یک مسلحتی که انسان اونو دنبال میکنه یا چیزی که در واقع میخواد به دست بیاره یکی رو مد بکنه اما حمد خیلی فراتر از اون و وسیتر از اونه حمد یعنی اینکه اون ذات یا الله متعال مستحق اینه که ما حمد و ستایش بکنیم الله مستحق اینه که ما تعریف و تمجید از خداوند متعال بکنیم با توجه به صفاتی که الله متعال داره با توجه به عظمت و جلال و جبروتی که داره با توجه به اینکه خالق ما هست مالک همه چیز هست مدبر همه امور هست هستی و آنچه که در آن را آفریده و در واقع نظم و ترتیبی که در جهان هستی ایجاد کرده و اینکه همه چیز رو روی یک تنظیم و نظم خاص آفریده و قوانینی که الله متعال وضع کرده و زمانی که انسان دیگه تو صفات الهی در واقع در اسماء الهی صفات الهی دونه بدونه اینها که تفکر میکنه و تدبر میکنه و به معانی اونها پی میبره در حقیقت عظمت و جلال و جبروت الهی و خداوندی در ذهن اون جای میگیره و در نتیجه الله متعال مستحق این حمد و ستایش هست بعد در, در حقیقت الحمدلله ازان بیننده اسم الله هم که صفت الوهیت را در حقیقت میرسونه با صفت در برگیرنده صفت الوهیت هست که خود الله از معلوه میاد از اله معبود بر حق که به معنای در واقع همون معبودی که به حق باید پرستیده بشه و عبادت های ما صرف و صرف و خاص الله مطال بشه ما الله را به یکتایی و یگانگی بپرستیم و در این پرستش و عبادت چیزی رو با خداوند متعال شریک قرار و سرآغاز این سوره ازانه بیننده با حمد و ستایش خداوند و در واقع خداوند متعال میخواد اینو به ما برسونه که عنوان در حقیقت رمز سعادت و رمز رستگاری در این دنیا و رمز اینکه انسان در حقیقت یک زندگی همراه با سربلندی و همراه با سعادتمندی و همراه با ختم به خیری رو داشته باشه در این دنیا و سربلند از این دنیا بره اینه که حامد باشه همیشه همیشه حمد الله متعال رو به جا بیاره اللهی که صاحب نعمته اللهی که ما را خلق کرده و خود همین خلقت ما همین به دنیا اومدن ما همین که ما از عدم اومدیم و خلق شدیم و بر روی این هستی قرار داریم و روی این زمین داریم زندگی میکنیم خداوند متعال از این هم به عنوان یک نعمت برای ما یاد کرده پس انسان که می هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا آیا برای انسان زمانی نمی اومده که در واقع که هیچ ذکر و یادی از اون در میان نبوده اصلا انسان وجودی نداشته انا خلقنا الانسان من نطفه ما بودیم که انسانو آفریدیم ما بودیم که انسانو خلق کرد و این همه نعمت ها که الله متعال در اختیار انسان قرار داده و الله متعال که راه برای ما مشخص کرده راه خیر و راه شر رو هدایت رو برای ما آورده انبیا رو برای ما آورده و کتاب های آسمانی رو در واقع نازل فرموده برای اینکه راه درست رو به ما نشون بده برای اینکه به ما برنامه بده و این ما رو به حال خودمون رها نکرده ما رو بدون برنامه راه نکرده و در حقیقت امر حمد از همه جهات مستحق الله متعال ایزان بیننده و در آخر آیه دیگه الله متعال ما رو در حقیقت از روی گردانی از خودش باعث می‌داره در آخر سوره هم سوره هم با حمد خدا شروع میشه در آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بس آخر این سوره اینه که ما از خدا میخواهیم که خداوند ما را از آفات بدور بکنه ما را از انحرافات بدور بکنه ما را از گمراهی ها بدور بکنه که این گمراهی ها دو وجه داره در واقع یا اینکه از روی علم است آگاهی هست و شخص به خاطر منافعش به دلیل تکبرش لجاجش و انادش در واقع میاد و حق رو پشت پا میزنه به حق با اینکه میدونه این حق هست با اینکه میدونه این راه درست هست یا اینکه این روی گردانی از حق و این نپذیرفتن حق از روی جهله از روی نادانیه و اینکه انسان از روی جهالت در واقع منحرف میشه گمراه میشه و راه درست رو و سرات مستقیم رو گم میکنه در حقیقت گمراه برا همینه دیگه معنیش اینه که راه رو گم کرده راه درست رو در واقع گم کرده از روی جهالت پس همه همده های بیننده مستحق الله متعاله و به طور کامل و به طور شامل و از همه در واقع وجوه ما نگاه بکنیم الله متعال مستحق حمد و ستایشه و مستحق اینه که ما از اون تشکر بکنیم